ارزش یوان واحد پول کشور چین به پایین‌ترین سطح خود در سال میلادی اخیر رسید. در پی تهدید دونالد ترامپ مبنی بر افزایش 200 میلیارد دلاری تعرفه‌ها بر صادرات چین، ارزش سهام در بازارهای آسیایی و بورس وال استریت سقوط کرد. بر طبق آنچه از برنامه دونالد ترامپ استنباط شده، علاوه بر افزایش تعرفه‌های فعلی از 10 به 25 درصد، قوانین سختگیرانه جدیدی برای واردات کالا و خدمات از چین وضع خواهد شد. همزمانی این اتفاق با خبر از سرگیری دور جدید مذاکرات اقتصادی چین و ایالات متحده در هفته جاری، خبر از فشار واشنگتن بر پکن برای رسیدن به توافق نهایی می‌دهد. پیشتر دونالد ترامپ و شی جی پینگ رئیس جمهور چین برای برقراری یک آتش‌بس در جنگ تعرفه‌ها توافق کرده بودند و قرار بود تا پایان مذاکرات و رسیدن به یک توافق نهایی این مسئله مسکوت بماند. با به بن‌بست رسیدن دور قبلی مذاکرات استیو منوچین وزیر خزانه داری ایالات متحده و هیئت چینی بیمان می‌رفت که واشنگتن به صورت یک طرفه دست به افزایش تعرفه‌ها بزند. پکن بارها به انجام اقدامات تلافی جویانه تهدید کرده است و احتمال دارد سفر روز چهارشنبه لی هویه معاون نخست وزیر این کشور به واشنگتن جهت از سرگیری مذاکرات لغو شود. ایالات متحده بزرگترین شریک تجاری چین بوده و حجم معاملات دو طرف در سال جاری بیش از 700 میلیارد دلار برآورد شده است. تراز منفی واشنگتن در این مراودات مورد انتقاد دونالد ترامپ بوده و او قصد دارد با این کار بخشی از آن را جبران کند.